چهره های موسیقی ایران. برنامه از محمود خوشنام. اجرا کننده مولود ورسانی. آنجا که موسیقی با اندیشه در میآمیزد و فلسفه جوهر خود را در موسیقی جاری می‌سازد، آنجا که عرفانی آشتی طلب به پا می‌خیزد و چهره حیرت زده خود را در زلال موسیقی می‌تاباند، آنجا که رمانتیسم عارفانه جلوه دیگری از خود را می نمایاند و می کوشد تا از راه دوگانگی به وحدت و یگانگی برسد، یاد یکی از بزرگان جامعه نوین موسیقی ایران در خاطر می نشیند. مردی که بی تردید وارسته ترین موسیقی نویس دیار ماست. مردی که امشب را با او خواهیم بود و موسیقی نابش را به درون خواهیم برد. یکی از ناهنجاری هایی که جامعه موسیقی ایران از آن رنج میبرد کمبود اندیشه و تفکر است. میدانیم که جامعه ایران تا پیش از جنبش مشروطیت در تنگنای جهل و بیدانشی دست و پا میزد. همه به یک سان در آتش جهالت میسوختند. آموزش مکتب خانه‌ای تنها در خدمت مذهب بود، آن هم به شیوهی که تنها خواندن را می آموخت و نه دریافت را و اندیشیدن را. زندگی بر مدار تجربه های خام و کمابیش متکی بر خرافه ها می گشت و فاجعه آنجاست که در همان زمان سرزمین های دیگر به نیروی انقلابات فرهنگی، علمی، هنری و اجتماعی زندگی والایی را که در خور انسان زمانه بود تجربه می کردند. جنبش مشروطیت و شکست استبداد دریچه ها را به سوی دنیای غربی گشود. بلاهت و درماندگی آموزش مکتب خانه ای برملا شد و نسیم فرهنگ از دریچه ها به درون وزید. رفته رفته نظام پیشرفته مغرب زمین در این سو نیز جای پای پیدا کرد. مدرسه دانشساز جانشین مکتب خانه خراف پرداز شد. جوانان میهن ما چه در ایران و چه بیرون از آن به دانشجویی پرداختند و این جریان با رشدی شتابنده تا به امروز ادامه یافت. ولی زمینه‌های مختلف مشمول این جریان به یکسان از رشد بهره‌مند نشدند. برخی زمینه‌ها به سبب منع اجتماعی که از نظام فکری پوسیده قدیم مایه می‌گرفت، مدت‌ها در بوته رکود ماندند. موسیقی
این درخشانترین نمود فرهنگ جهانی که یکی از این زمینه ها بود، با همه کوشش ها که تنی چند از بزرگ مردان در راه پرورش دانش موسیقی به کار زدند، جامعه موسیقی ایران تا یکی دو دهه پیش از جریان شتابنده رشد علمی جدا ماند و در پیله اندیشه ها و روش های خام سنتی درجا زد. مجادله های اسکلاستیک و کوته بینانه درباره شیوه های سنتی جامعه موسیقی ما را از حرکت همسان با دیگر نمودهای فرهنگی باز داشت. ولی حکم زمان جابرانه تر از آن است که بتوان با آن ستیزه کرد. ظهور چند مرد اندیشمند که زندگی را در متن تاریخ تجربه می کنند آشکارساز نیروی برتر زمانه است. هنرمندانی که حرکت لاک پشتوار در انزوا و جدا از جهش‌های فرهنگ جهانی را شایسته زندگی امروز نمی‌دانند و به ویژه می‌کوشند تا با بهره‌وری ناگزیر از تکنیک جهانی اندیشه‌های سرزمینی خود را بازگو کنند. در میان اینان که شاید از تعداد انگشتان یک دست بیشتر نباشند، هنرمندی که اینک به او می‌پردازیم در صدر نشسته است. امانوئل ملیک اسلانیان که بی تردید یکی از اندیشمندترین آهنگسازان معاصر ایران است، در سال 1294 در تبریز چشم به جهان می گشاید و تحصیلات موسیقی خود را از 18 سالگی در هامبورگ آغاز می کند. پس از دریافت دیپلم پیانو از کنسرواتوار هامبورگ، رهسپار برلین می شود و در مدارس عالی این شهر
به فراگیری آهنگسازی و رهبری ارکستر همت می‌گمارد. ملیک اسلانیان به سال 1331 پس از 24 سال اقامت در آلمان به ایران باز می‌گردد و در این بازگشت پیوندی نزدیکتر با موسیقی میهنش پیدا می‌کند و به مطالعه جدی در آن می‌پردازد. ملیک اسلانیان اندکی پس از بازگشت به میهن مقام استادی در هنرستان عالی موسیقی را به دست می‌آورد و به تدریس اصولی پیانو و آهنگسازی اشتغال می‌ورزد. بسیاری از شاگردان او همینک از نوازندگان برجسته پیانو به شمار می‌آیند. ملیک اسلانیان تاکنون آثار گوناگونی برای پیانو و نیز برای ارکستر آفریده است که از آن میان باله پروانه، رقص و ترانه، گلبانگ، باله افسانه آفرینش و گفت و شنود از ارزش‌های ویژه‌ای برخوردارند و نیز سیر تحول اندیشه آفریننده ارزشمند ما را باز می‌نمایند. به تکه‌ای از پروانه اثر ملیک اسلانیان گوش می‌کنیم. Thank you.
ملیک اصلانیان درونگراست و به عرفان اعتقاد دارد. میان عرفان مثبت و عرفان منفی تفاوت می‌گذارد. عرفان منفی در تعبیر ملیک اصلانیان شکل مسخ شده عرفان مثبت یا واقعی است. عرفان منفی که تاریخ ایران آن را نیز از زمان صفویان به این سو تجربه کرده است، جامعه را به ایستایی و بی‌تفاوتی می‌کشاند. برش‌هایی از تاریخ موسیقی ایران با عرفان منفی درآمیخته است. در این آمیزش موسیقی جوهر اندیشگی خود را از دست می‌دهد و به وسیله برای بیان رخوت و رکود و تحجر و جمود تبدیل می شود. موسیقی در اینجا می ایستد و می میرد. عرفان مثبت مبارزه جو و تعالی طلب است. آدمی را از تعلق به ظواهر وا می رهاند و درون جوشنده او را به مکاشفه می کشاند. عرفان مثبت که ملیک اصلانیان نیز به آن دلبسته است، از راه مبارزه و ستیزه به صلح و آشتی و زیبایی میرسد. موسیقی ایران در طول تاریخ و به ویژه در دو قرن سکوت پس از تهاجم تازیان به نیروی همین عرفان زنده میماند. از ورطه اختناق‌ها، یورش‌ها و فریبکاری‌ها در می گذرد و درون خود را همچنان جوشنده نگاه می دارد. موسیقی در اینجا حرکت می کند و می شکفد.
ملیک اسلانیان در جریان آفرینش‌های خود دو مرحله گونگون را پشت سر گذاشته و اینک به روایت از خود او به مرحله سوم و یا مرحله غایی زندگی هنری خود رسیده است. آثار نخستین مرحله کاملا سرزمینی و یا باز به قول خودش فولکلوریک است. مایه های ایرانی در اون مایه اصلی نخستین آثار اوست. باله پروانه و رقص و ترانه در این مرحله جای دارند. در دومین مرحله آهنگساز ما به ترکیب ژرف‌تر تم‌های ملی با دستاوردهای تکنیکی مغرب زمین متمایل می شود. پویم سمفونیک گلبانگ که در واقع آینه روبروی تاریخ پرفراز و نشیب ایران است و نیز باله افسانه آفرینش از آفریده های این مرحله است. در افسانه آفرینش، افسانه پیدایی آدم و حوا با نوعی نگرش عرفانی دستمایه ملیک اسلانیان است. در مرحله سوم که آهنگساز هنوز خود را در آغاز آن می‌بیند، شیوه های موسیقی نویسی پیشتاز مغرب زمین جای بیشتری را می‌گیرد. ترکیب ها و ساز بندی ها پیچیده تر می‌شود. موسیقی ملیک اسلانیان در این مرحله پس از گذر از نوعی خلسه به خود آگاهی می‌رسد. ملیک اسلانیان اعتقاد دارد که هر آفریننده در هر زمینه هنری باید از این سه مرحله که شاید بیان دیگری از همان خام بودن، پختن و سوختن مولانا باشد بگذرد تا به ارج تعالی برسد. ملیک اسلانیان تاریخ موسیقی را نیز کمابیش با همین نگرش ردبندی می کند. کلاسیسیسم، رومانتیسم و مدرن. در نظر اسلانیان هر یک از این مراحل را باید با شکیبایی تجربه کرد و بدون این تجربه ها نمیتوان به نهایت رسید. موسیقی ملیک اسلانیان در همه انواع خود در لایه‌ای از رومانتیسم شکل گرفته است. به اعتقاد او آفریده های پیشتاز امروزی همچنان که آفریده های کلاسیک ها در بطن خود با رومانتیسم آمیزش دارند. او هنوز زمان ما را زمان غلبه رومانتیسم می داند. البته از یاد نبریم که تعریف او از رومانتیسم نه تعریفی مکتبی بلکه
ذاتی و بنیادی است. اصلا با تشکر از اینکه دعوت ما رو برای شرکت در برنامه چهره های موسیقی ایران قبول کردید، میخواستم ازتون قبل از هر چیز در مورد شیوه کار خودتون سوال کنم. علت این هم این است که تا اونجا که من دقت کردم در طول این چند سالی که افتخار آشنایی باهاتون داشتم، کمی شیوه کار شما تغییر کرده، البته به اعتقاد من در جهت تکاملی. خود شما در مورد این تغییر شیوه یا تغییر سبک نظرتون چی هست؟ علت یعنی چی هست؟ بله، علت اینه که ما نمیتونیم زیاد روی فولکلور بمونیم، مخصوصا دستگاه ها، چون که دستگاه و فولکلور خیلی محدوده. بله. و هر آهنگساز باید این راه بگذره، یعنی آشنایی با فولکلور و دستگاه باید یک جور نشون بده، ولی اونجا نباید بمونه. بله. و یواش یواش بره و یک کم دنیایی باشه. بله. یعنی مطلق‌تر. و راه من این بود که بعضی تعجب کردن که چرا مثلا این سبک جدید گرفتم. و تو مجله هم شما چطور خوندید؟ بله. فوق ملی میخواستم. بله. یه چیز در واقع زبان جهانی بله. یه نگن که حتما این فولکلور و فرانجاز فولکلور، این مربوط به هیچ ملت دیگه نیست، در واقع موسیقی مطلقه. بله. دیگه من فولکلور ایران یا فولکلور هندوستان، فولکلور این چیزی خیلی چیزی خصوصیه. بله. این هنر نیست هنوز. بله. هنر واقعا موزیک همین مطلقه. بله. اما بوی سرزمین خود سرزمین باید بده و حتما میده. آقای اصلانیان، در این تغییراتی که من صحبتشو میکردم سه گونه کار من میبینم. در واقع نه دو گونه کار. بله. دو جور کار، سه جور کار میبینم. و این که نوع اول خیلی شما همچنان پا در سنت دارید، در فولکلور دارید. درست. قسمت وسط با خود شما هم گاهی شاید گفتید این رو من به خاطر دارم، گاه یک پاتون در روی فولکلور، یک پاتون کمی روی تکنیکای خارجی. بقیه. و این اواخر احساس میشه که حتی مثلا این قطعه‌ای که سال گذشته از شما شنیدیم، یه خود گرایش شما بیشتر به سمت دوم، یعنی بیشتر تاندانس دارید به این سمت تا به سمت فولکلور. یعنی دقیقا این فاز سوم، این مرحله سوم از مرحله دوم هم شما رو جدا میکنه در واقع. درسته. من الان رفتم به سوی فلسفه ایران، یعنی فلسفه شرق. بله. مخصوصا ایران میگم چون که فلسفه عرفان اینجا بیشتر، یعنی وطنش بیشتر اینجا است. بله. و این حال با به وسیله موزیک میخواستم حالات عرفان بیشتر نشون بدم. بله. برای این است که فولکلور کمتر معلوم میشه. بله. بیشتر حالات فلسفی. بله. این عرفان رو شما در موسیقی خودتون چطوری میبینید؟ خود شما در موسیقی خودتون همین که با هم صحبت کردیم خیلی، یعنی
حالت خلسه هست بله. بعد از حالت خلسه یک آرامش ناگهانی بله. و این آرامش ناگهانی چیزه میبره به اوج, بله. به اوج. و به نظر من فلسفه عرفان بیحالی نیست بله. خیلی قدرت داره هست. قدرت داره جنبش داره و بعد از این آدم میرسه به یک مرحله تعالی و تکامل, تکامل و پیشرفت, بله. در واقع پیشرفت ذهنی, بله. شما موسیقی ایران رو هم که موسیقی فولکلوری شما بله. عنوانش میکنید, یعنی موسیقی بومی در واقع بله. هم سرزمینی این رو هم درش عرفان میبینید یا نه؟ چرا؟ و آیا این عرفان با اون عرفانی که شما الان در مورد آثار خودتون میگین تفاوت داره یا نداره؟ چرا؟ داره. معلوما بیشتر بین‌المللی شد بله. یعنی برای همه, برای خارجی هم روشن‌تره بله. اما این عرفان که به وسیله فولکلور در ایران اجرا میکنن این یک غمگینی داره که خیلی این غمگینی شخصیه, یعنی دنیایی نیست. هم شما فکر می‌فرمایید که این غمگینی است یا غم یا تفکره؟ نه, غمگینی است بیشتر. غمگینی بیشتر. غمگینی بیشتر. بله. یعنی که تفکری است که خیلی ساده بیان میشه, خیلی خیلی راحت ساده بیان میشه. بشه. بله. منظور این شده بله اینه. و دلیل این است که چون که به نظر من اینجا هوا خیلی خوبه و آسمون خیلی روشن می‌بینم و می‌بینم که چقدر آدم کوچیکه در مقابل این بزرگ کائنات بله. بله این است که این غمگینی درست نشون میده, یعنی میخواد بگید که انسان در اینجا بیشتر عرفانی میشه, بیشتر آسمانی میشه, بخاطر اینکه با آسمان نزدیکتره. در غرب اینطور نیست, اینقدر ابر دارن که مثل که پرده است. جایی میخوندم آقای اصلانیان از شما در یک مجله قدیمی صحبت از عناصر مذکر و مؤنث کرده بودید در موسیقی, درسته؟ ممکنه توضیح بیشتر اینجا بفرمایید؟ یعنی ماسکولین و فمینین بله. پروبلم بله این یکم مشکله اینجا. نه فکر میکنم میشه چون من خاطرم هست که حتی گفته بود که موسیقی قبل از باخ بیشتر حالت چیز داشته, حالت ماسکولن داشته, ماسکولن حالت بله. مذکر داشته, درسته. بعد از باخ به این سو حالت مادینگیش بیشتر میشه تا میرسه به دور رومانتیک ها. رومانتیک دوباره ماسکولینه چون که اینجا بیشتر جنگ روحی دارن بله. و تنهایی حس کردن, مبارزه بله. دارن بله. و در زمان باخ بیشتر فمینینه چون که بیشتر کار تکنیکی داشتن بله. و ما هم الان تو زمان فمینین دوباره افتادیم بله. پس معیار شما در واقع کریتر شما برای تفاوت بین مذکر و مؤنث بودن عناصر همون حالت تنها بودن یا تنها نبودن هست. اینم جزو اینه بله. این اجازه بعد فمینین به نظر من اینه که هر چی اجرا میشه اجرایی فمینینه, هر چی خلاصه است یعنی ایده است, فکر است, این ماسکولینه. یعنی هر چی ایجاز هست, هر چی موجزتر هست, فشرده‌تر هست, فشرده‌تر هست, این ماسکولینه بله این ماسکولینه. و هر چی اجرایی است مثلا سونات اپاسیونات بیتهوون به نظر من فمینینه بله. ماسکولین نیست. اما سنت ها دیگه هستن که ماسکولین هن. اون وقت بر اساس این صحبتتون موسیقی ایرانی رو چگونه میبینید؟ یعنی به نظر شما یه موسیقی مذکر هست بر اساس این تعریف شما یا موسیقی مؤنث؟ نه بیشتر فمینینه. بیشتر فمینینه. موسیقی پاسخ به این کمی دشواره. چون که زیاد اجراییه بله. زیاد تکراریه بله. هرچه که زیاد تکرار میشه بیشتر بله. بیشتر بله فمینین داره بله. یعنی به اصطلاح بیشتر مادینه هست مادینه هست بله. آقای اصلا این کار جدیدی در دست دارید؟ بله همین من یک دنبک تار و سنتور به کار بردم تو ارکستر, یعنی سازهای موسیقی ساز ایرانی رو موسیقی با بله. سازهای مغرب زمین بله. مخصوصا اینطور کردم که میخواستم نجات بدم, یعنی سنتور تار زیاد موزهی نشن بله. اگه اینا زیاد موزیک ایرانی بزنن بله. یک چیز میشن فقط برای به درد اینجا میخورن بله. بله. من یک امتحانه میکنم ببینم که سنتور میتونه یک رولی بازی کنه در یک ارکستر بله. ارکستر بین‌المللی یا نه بله. حالا به نظر شما میتونه, یعنی فکر می هنوز امیدوارم در یعنی تمرین شروع شده ایت رو این شروع میکنم بعد از یک ماه شروع میکنم ولی در تمرین شاید یک مقدار اشکالات بله
پیش میاد. من یک طور نوشتم که این مربوط به هیچ دستگاه نیست. بله. خیلی مطلقه. بله. و سنتور تارم موزیک مطلق میزنن. بله. دیگه موزیک ایرانی نیست. بله. من مخصوصا اینطور کردم که دوباره زنده بشن. اگه اینطور بمونن چطور هستن و دستگاه بزنن یا فولکلور بزنن روش، این میمیره، یعنی مثل موزه میمونه. بله. آقای حسنین، با توجه باز برگردم به یکی دو تا از سوالات قبلیم و اینکه صحبت از عرفان و اندیشه شد در کار شما، شما فکر میکنید که موسیقی به طور کلی باید الزاماً و حتماً دارای یک فکر باشه، یک اندیشه باشه، یک جوهر باشه، اسانس داشته باشه، یا اینکه میتونه یک چیز ابستره و انتزاعی باشه و فقط صدا باشه؟ چون میدونید این بحث الان هست واقعا. خیلی از موسیقیدان امروز جهانی معتقد فقط به ارزش‌های صوتی موسیقی هستن بدون اینکه هیچ اندیشه‌ای رو با خودش حمل بکنه، ولی فکر میکنم شما این نظر رو نمیپذیرید. چرا؟ یک مقدار اما نه زیاد. بله. چون که هنوز زوده. من یک دفعه گفتم که موزیک اصلا با صدا شروع شده. بله. بعد یواش یواش هارمونی پیدا شد، بعد این هارمونی به یک وسیله شد که آدم حس خودش بیان کنه. بله. درد یا خوشحالی و این چیزا، و در رومانتیک دیگه به اوج رسیده. بله. بعد از این یواش یواش دوباره برمیگرده به مدل. بله. به اول. بله. یعنی فقط صدا، چطور در نقاشی رنگ دیگه. بله. اینجا هم یواش یواش صدا میشه. یعنی فکر نمی‌کنی که ترکیب این صوت‌ها، ترکیب این صداها وقتی یعنی این صداها وقتی با هم کمبینه میشن، تلفیق میشن، باز یک حرفی رو میزنن؟ ممکن است حالا حرف بشه، چون که ما الان همه اکسپریمنتل هستیم. بله. یعنی امتحان تجربه هستیم. تجربه هستیم، امتحان میکنیم که میشه یا نه. بله. بعد حتما یک زمان میرسه که قابل هضم بشه، یعنی قابل شنیدن بشه. پس به این ترتیب شما با این مکتب اگر بشه گفت اولترا مدرنیست موافقت دارید دیگه، کارهایی که میکنند؟ نه همه دهه اخیر. بله. نه همه، نه همه، زمان خودش تصمیم میگیره. یعنی این تجربه ها به هر حال یه جایی خواهد رسید. خواهد رسید. بله. ممکن است ما دوباره برگردیم. بله. به رومانتیسم. بله. اما باید این راه بگذاریم که قدر مثلا قبلی ها بدونیم، ممکن است. بله. خب حالا با تجربیاتی که شما دارید، به عنوان آخرین سوال عرض میکنم خدمتون، آیا هیچ توصیه‌ای برای هنرمندان جوانتر ندارید؟ هنرمند جوانی که الان میخواد تازه شروع به آهنگسازی کنه. آها. بله. طبعا یه مقدار گیجه، چون فرض کنید که شیوه کار شما رو میشنوه، درسته، باش آشنا میشه، شیوه کار دیگری رو آشنا میشه و میمونه که کدوم رو انتخاب بکنه. آیا یک ضابطه ای، یک رهنمونی هست، رهنمودی هست که این جوان بتونه یه راه درستری رو انتخاب بکنه؟ چرا، همین باید از اول همین هارمونی بخونه، کنترپان بخونه، موزیک قدیمی خوب بفهمه. بله. بعد حرف خودش، بعد هر جور که دیگه به ذهنش آمد، هر شیوهی که فکر کرد درستری انتخاب کنه برای کار خودش. بهترین راه اینه. اما نه از اول مدرن شروع کنه. از اول نبود مدرن شد. یعنی همیشه باید از این مراحل گذشت. بلی بزشت. یکی یکی و تجربه کرد و به مرحله نهایی رسید. بلی. درست. فکر میکنی غیر از این اگر باشه آدم به اون اوج تعالی خودش نمیرسه؟ نه، یکم خالی میمونه. یکم خالی میمونه. خیلی متشکرم آقای استانیان از لطفی که کردید. خیلی ممنون.
ملیک اسلانیان همینک به آفرینش دیگری نشسته است. قطعه برای سازهای ایرانی چون سنتور، تار، تنبک و سازهای مغرب زمینی. به اعتقاد او باید سازهای ایرانی را که می توانند زبانی جهانی و مطلق پیدا کنند از موزه به در آورد و غایت امکانات صوتی و فنی آنها را آشکار ساخت. حال به قطعه ای از گفت و شنود آخرین اثر ملیک اسلانیان گوش می سپاریم. چهره های موسیقی ایران باز هم در تکاپو و جستجوست، چرا که در جامعه نوین موسیقی ایران هنوز مردانی هستند که اگرچه شهرتی همگیر نیافتند ولی ارزشی بیشتر از بسیاری از شهرتمندان دارند. به این مردان که صمیمانه برای شکوفایی موسیقی تلاش و تجربه می کنند نیز خواهیم پرداخت. تنظیم برنامه از منوچهر پوراحمد.